سلام به همگی شما دوستان عزیز، هر جای دنیا که هستید و با هر وسیله‌ای که ما رو تماشا می‌کنید، خوشحالیم که با یک ویدیوی جذاب دیگه از هویج در خدمت شما هستیم. امروز اینترنت انقدر با زندگی ما آمیخته شده که در عجبیم که چگونه پیش از آن زندگی می‌کردیم. وب فواید بسیاری دارد، اما توامان می‌تواند خطراتی نیز داشته باشد. مخاطراتی که گاهن بسیار پیچیده‌تر از چیزی هستند که حتی بتوانید تصور کنید. دیپ وب، وب پنهان یا دیپ نت بخشی از اینترنت است که موتورهای جستجو قابلیت دسترسی به آن را ندارند. اگر بخواهیم خیلی ساده توضیح دهیم، همه سایت هایی که بخشی از محتوا و یا خدمات خود را مشروط به لاگین کردن کاربر می کنند، می توانند مثالی خوب از دیپ وب به حساب آیند. چون کاربران میهمان و موتورهای جستجو نمی توانند این صفحات را ببینند. از این منظر صفحاتی مثل صفحات انتخاب واحدهای درسی دانشگاه یا صفحه تاریخچه خریدهای شما در سایت دیجیکالا و غیره که فقط خودتان به آنها دسترسی دارید مثالهایی از دیپ وب هستند. حالا می توانید تصور کنید که تعداد صفحاتی که موتورهای جستجو به آنها دسترسی ندارند چقدر زیاد است. تخمین زده می شود که دیپ وب حدود 500 برابر بزرگتر از وب سطحی باشد. تفاوت دیپ وب و دارک وب. نکته بعدی در مورد تمایز دیپ وب از دارک وب است. بخشی از دیپ وب که اصطلاحاً دارک وب یا وب تاریک نامیده می شود، حتی با مرورگرهای عادی هم قابل استفاده و رؤیت نیست و برای دسترسی به آن باید حتماً از مرورگر خاصی به نام تور استفاده کرد. این فضا فضایی بسیار خطرناک است. فضایی که حتی نمی توانید تصور کنید چه اتفاقات و داد و ستدهایی در روی آن رخ می‌دهد. اگرچه افراد برای انجام کارهای غیرقانونی از دارک وب استفاده می‌کنند، اما نمی‌توان گفت هر آنچه که در دارک وب وجود دارد 100% منفی است. در دارک وب تمام آدرس‌های IP ها از IP کاربرهای متصل به شبکه دارک وب گرفته تا IP سرورهای دارک وب همگی پنهان هستند و برای کسی مشخص نیست. در ادامه این ویدیو به بررسی حقایقی می‌پردازیم که در بخشی از فضای دیپ وب به طور درست‌تر در فضای دارک وب روی می‌دهند. با هم ادامه این ویدیو رو می‌بینیم، اما قبلش یادتون نره که این ویدیو رو لایک کنید و با دوستان خودتون به اشتراک بگذارید. یک، به طور گسترده‌ای استفاده می‌شود. تنها به این دلیل که نام دیپ وب را نشنیده باشید دلیل نمی شود که وجود نداشته باشد. در حقیقت در دیپ وب 500 میلیارد صفحه وجود دارد، در حالی که در اینترنت معمول تنها 1 میلیارد صفحه وجود دارد. البته این ارقام به سال 2003 تعلق دارند، پس تصور کنید که امروزه چقدر زیاد هستند. در نهایت باید بدانید که دیپ وب از اینترنت معمول گسترده تر است. 2. دسترسی به چیزهایی که برای بقیه غیر قابل دسترس است. در دیپ وب کارهایی مختلفی انجام می شود. تصور نکنید که فقط پر از بازی و سرگرمی است، بلکه تنوع کارهایی که می توان انجام داد بسیار زیاد است که به برخی از آنها اشاره می کنیم. یکی از این موارد در دسترس بودن کتابهای ممنوع است. اگر در کشور شما کتابهایی سانسور یا ممنوع شده، می توانید در دیپ وب آنها را بیابید. 3. برای دستیابی به نرم افزار مخصوص نیاز دارید. رفتن به دیپ وب آسانی، زیرا کاملا از اینترنت معمول جداست. برای رفتن به دیپ وب باید از نرم افزار The Onion Router که تور هم نامیده می شود استفاده کنید تا هویت شما فاش نشود. در نتیجه IP شما مشخص نمی شود. احتمالا تصور می کنید که با این شرایط در آنجا چه اتفاقاتی روی می دهد. اگر بخواهید به دیپ وب بروید باید از این برنامه استفاده کنید. 4. در آنجا جرایم مختلفی رخ می دهد. با وجود فاش نشدن هویت افراد در آنجا جرایم بسیاری روی می دهد. یکی از این جرایم فروش غیرقانونی کارت اعتباری است. همچنین می توانید بهترین هکرهای جهان را در آنجا بیابید. یافتن آنها چندان دشوار نیست، زیرا لازم نیست خود را پنهان کنند. گاهی اوقات با بازدید از یک پست به بهترین هکرهای جهان برمیخورید. 5. آیا به هویت غیرقانونی نیاز دارید؟ گاهی اوقات ممکن است به هویت غیرقانونی نیاز داشته باشید. اگر پول داشته باشید می توانید به هدف خود برسید. همانند دنیای واقعی در آنجا هم هیچ چیز رایگان نیست. اما اگر پول داشته باشید می توانید هر کاری انجام دهید.
در آنجا به راحتی می توانید یک هویت جعلی به دست آورید. شاید فکر کنید در دیپ وب هزینه ها گران باشد، اما باید بدانید که دیپ وب بهترین جایی است که می توانید به نتیجه دلخواه خود دست پیدا کنید. 6. به واحد پولی خاصی نیاز دارید. در دیپ وب به پول، چک و کارت اعتباری نیاز ندارید، زیرا هویت شما را فاش می کند، بلکه در آنجا از بیت کوین استفاده می شود. اگر درباره بیت کوین اطلاعات ندارید، تنها کافی است نام آن را در گوگل جستجو کنید. در حال حاضر برای تبادلات در دیپ وب از کوین بیس استفاده می شود. این واحد مالی کاملا خاص است و بر اساس واحد مالی روز محاسبه می شود، اما قابل ردیابی نیست. بنابراین اگر می خواهید در دیپ وب به فعالیت های غیر قانونی بپردازید، باید پشتوانه مالی مهیا کنید، زیرا کارت اعتباری به دردتان نمیخورد. 7. به وید نیاز دارید. معمولا دیپ وب برای تبادلات مواد مخدر استفاده می شود. وید از جمله موادی است که می توان به راحتی آن را به دست آورد. یکی از مهمترین تولید کنندگان آن شرکتی در هلند است. در گذشته شرکت های مختلفی در آنجا فعالیت می کردند که امروزه نام آنها تغییر کرده است. 8. اسلحه. افرادی که به اسلحه نیاز دارند می توانند در دیپ وب آن را با قیمت مناسب خریداری کنند. در آنجا انواع مختلف اسلحه یافت می شود. گشتن به دنبال اسلحه در دنیای روزمره فقط وقت را تلف می کند. تنها کافی است به دیپ وب بروید و اسلحه مورد نظر خود را انتخاب کنید. 9. چیزهای عجیب و غریب بخرید. زمانی که میگوییم در آنجا همه چیز یافت میشود، منظورمان دقیقاً همه چیز است. در آنجا میتوانید همه چیز پیدا کنید، از اسلحه و مواد مخدر گرفته تا وسایل عجیب و غریب. همچنین میتوانید از گذشته مجسمه و سمبول هایی به دست آورید. مثلا میتوانید روح کودکان سقط شده را خریداری کنید. بنابراین اگر به این چیزها نیاز دارید، به دیپ وب مراجعه کنید. 10. نرم افزار تور توسط دولت پشتیبانی میشود. این نرم افزار اولین بار توسط یک گروه بی‌طرف راه اندازی شد، اما سرانجام دولت به آن مسلط شد. به همین دلیل احتمال ناشناخته بودن افراد زیر سوال رفته است. چگونه ممکن است این جرایم ناشناخته باقی بماند و دولت متوجه آن نشود؟ شاید درباره آن می‌دانند اما نمی‌خواهند صحبت کنند. این نرم افزار به طور رسمی توسط وزارت امور خارجه آمریکا، حقوق بشر، سازمان کار، بنیاد فورد و آژانس همکاری بین المللی سوئد پشتیبانی می شود. البته این سازمان ها مهره های اصلی هستند که علاوه بر آنها عوامل دیگری نیز نقش دارند. 11. از طریق آن می توان به حقیقت دست یافت. در کشورهای مختلف جهان نمی توان آزادانه صحبت کرد. روزنامه نگارها نیز با این محدودیت ها مواجه هستند. دیپ وب به آنها اجازه می دهد که آزادانه حرف بزنند. برخی کشورها مانند چین بر مطالب جرایم نظارت می کنند. این روزنامه نگارها می توانند در دیپ وب اخبار و حقایق را به اشتراک بگذارند. اگر همیشه فکر می کردید که مقامات رسمی چگونه به اطلاعات دست پیدا می کند، باید بدانید که از این راه، زیرا آنها هم از دیپ وب استفاده می کنند. 12. انتشار آلبوم. در گذشته گروه موسیقی Death Grips آلبوم خود به نام No Love Deep Web را تنها در دیپ وب منتشر کرد و طرفداران واقعیشان می توانستند به آن دست پیدا کنند. این حرکت این گروه بسیار عالی بود، اما اگر بخواهید فروش خوبی کسب کنید، نمی توانید از این راه استفاده کنید. اما این فقط قسمت کوچکی از دنیای دیپ وب است و در آنجا چیزهای مختلفی یافت می شود. تنها باید به دنبالشان بگردید. در آنجا می توانید هر آنچه که دلتان می خواهد را بیابید. 13. مکان خطرناکی است. در دیپ وب باید بسیار مراقب باشید. اگر غیر حرفه‌ای هستید، این مکان برای شما مناسب نیست. با یک کلیک اشتباه عمر کامپیوترتان به انتها می رسد. دیپ وب پر از هکر است و با وجود اینکه بیشتر آنها در ازای ارائه سرویس پول دریافت می کنند، اما بیشتر آنها اهداف شرورانه دارند. این هکرها لینک های جالب تولید کرده تا برای افراد جذاب باشند. در نتیجه یک کلیک ویروس یا هر بدافزاری به سیستم شما وارد می شود. اگر به سیستم خود علاقه دارید، باید در این باره محتاط باشید. 14. بازی. گفتیم که در دیپ وب جرایم مختلفی روی می دهد. هر فعالیتی که غیر قانونی باشد، یکی از این فعالیت ها بازی های شرطی است.
در گذشته افراد مختلفی در باشگاه‌ها یا بارها جمع می‌شدند، بازی‌های شرطی برگزار کرده و افراد دیگر را به شرکت در آن ترغیب می‌کردند. امروزه در دیپ وب این کار را به راحتی انجام می‌دهند. 15. پورنوگرافی. شاید تصور کنید که در اینترنت معمولی هم تصاویر پورنو بسیار زیادی وجود دارد. پس تفاوت در چیست؟ اما باید بدانید که در آنجا اطلاعات پورنو بسیار مشمئز کننده وجود دارد که در دنیای واقعی اجازه انتشار آنها داده نمی شود. مسلماً می توانید تصور کنید که چه اطلاعات آزاردهنده ای می تواند در آنجا وجود داشته باشد. شما می توانید ادامه ویدیوهای ما رو در انتهای همین ویدیو تماشا کنید. ممنون که با هویج همراه بودید. نظراتتون رو با ما در میون بگذارید و بگید چه مطالبی را بیشتر دوست دارید. یادتون نره که این ویدیو رو لایک کنید و با دیگران به اشتراک بگذارید. هویج هواتون رو دارید.